ماه شعبان از اونجا که یک فضیلت خاصی در نزد خداوند و اهل بیت و پیامبر داره یک سری اعمال ویژه در این ماه بیشتر تاکید شده گرچه در همه ماه اعمال خوبه ولی خب چون فرصت یک فرصت خاصی هست یک سری اعمال خداوند بیشتر دوست داره در این ماه ولذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصوم این اعمال تذکر بیشتر دادم یکی از اعمالی که در این ماه مبارک که میتونه انسان با با انجام او بیشتر از فضیلت ما استفاده بکنه روزه هست و عزیزان که جسم اونها سالم هست و مشکل خاص جسمی ندارن بسیار تاکید شده حتی گفتن اگر کسی یک روز از این ماه مبارک رو روزه بگیره بهشت خداوند بر او واجب میکنه خیلی خداوند آسان میگیره بر انسان ها بهشتی که وسعت او به اندازه آسمان ها و زمینه بهشت هر انسانی این خداوند با اون همه نعمت ها ارزانی میکنه به کسی که برای محبت پیامبر و آل پیامبر و رضای خدا روزه بگیره یکی دیگه از اعمالی که باز در ایما سفارش شده بر او تصدق هست صدقه دادن هست بسیار سفارش شده به ای که بتانیم صدقه بدیم حتی گفتن به نیم دانه از خورما در هر ماهی بالاخره مؤمنین در حد توان خود صدقه میدن ولی در ایما اگر بتونه انسان بیشتری فضیلت انجام بده پیامبر فرمودن اگر کسی در این ماه صدقه بده اولا خداوند بدن او را بر آتش حرام میکنه عجب. و دو ای که او صدقه را خداوند هی پرورش میده تا ای که در قیامت همون صدقه ای که در این ماه داده به اندازه کوه اهد که یک کوه بسیار بزرگی در نزدیک خانه کعبه بود در عربستان این کوه به عظمتی که داشت میگن این صدقه ای که انسان در این ماه میده خداوند پربرش میده تا میرسه به اندازه بزرگی یک کوه باز از اعمالی که در این ماه سفارش شده استغفار است بسیار سفارش شده در هر روز هفتاد بار استغفار داره گفتن استغفار در این ماه برابر با هفتاد هزار استغفار در سایر ماه است اینا باز بسیار زریب میخوره اعمال ما بله، در این ماه بله. و شاید استغفار ما شاید انشاءالله نصیب شد و انشاءالله توفیق و روزه ما شاید صدق دادن ما و همین که یک نصف خورما تبدیل بشه و برکتش به اندازه کوه احود شوه همه اینا نشان میده که خداوند به معنای واقعی درهای رحمتش در این ماه باز هست و فرش اگر بنده نتوانم از این ماه استفاده کنم این کاهلی خودم باید باشه بله در بین انسان هم گاهی این رسم ها هست مثلا میگن یک تخفیفات ویژه به مناسبت عید زمانی یک فروشگاه های میدن مردم بسیار حجوم میبرن و خب مناسب هم هست قیمت ها گاهی خداوند بسیار حراج فرموده به تعبیر بسیار نعمت های خودش فراوان کرده و رحمت های خودش گسترده کرده در این ماها که استغفاری که در این ماه میکنه انسان میشه هفتاد هزار استغفار و همین رقم صدقه که میده گفتیم پس خوشا به حال انسان های بسیار موفق که بتونن این اعمال را انجام بدن همین اعمال به تعبیری ساده ای که از توان همه برمیاد و در این ما با سلامات بر پیامبر و آل پیامبر بسیار سفارش شده هر چه بتونه انسان صلوات بگه بسیار ذکر مبارکیه اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و دعا در این ما بسیار سفارش شده در همه در همه اوقات دعا خوبه دعا،, دعا مخل عباده حقیقت عبادت دعا هست در این ماه بتان انسان یک دعاهایی هایی هست که اینا محصول از محصول رسیده مثل مناجاتی که ازت امیر مومنان و اهل بیت میخاندن در این ماه یک مناجات بسیار عالی هست و دعاهایی که اگر انسان بلد نیه به فارسی دعا کنه به زبان ساده دعا کنه بعد نمازها و حاجت های خود از خداوند طلب کنه در رس حاجت ها فرج امام زمان و خلاصه روح خودش پالایش بده ارتباط با خدا از طریق دعا و مناجات و استغفار و روزه و ارتباط با خلق خدا از طریق تصدق و کمک به بندگان ناتوان خدا این میشه محصولی که یک انسان موفق میتونه از این ماه برای آخرت خود برداره و ذخیره بکنه بسیار عالی انشالله که همه عزیزان تک تک نکاتی که استاد محترم فرمودند و زنان هست اگر خواستید باز هم مرور کنید و اعمال بیشتر این ماه را با جزئیات ببینید کتاب مفاتح جنان در همه منازل مؤمنین هست انشاالله که استفاده بفرمایید و بنده به همه همکارانم را به همراه استاد ازیر از دعای خیر خودتان فراموش نکنید